سر خط خبرها. تخمین ما بر اینه که تا کنون 25 میلیون ایرانی به این ویروس مبتلا شدن. میلیون ها نفر مبتلا و میلیون ها نفر در معرض ابتلا به کرونا در ایران. روحانی میگوید شمار بستری شدگان شاید حدود 2 برابر شود. واکنش سخنگوی دولت ایران به کارزار اعدام نکنید. علی ربیعی میگوید باید به خواست افکار عمومی احترام گذاشت. من اعتقاد دارم بوده. اظهار نظر جنجالی یک نماینده مجلس درباره امکان واگذاری جزایر ایرانی خلیج فارس به چین. محمود احمدی بیغش میگوید چنین حرفی نزده. و هموار شدن راه فرزندخوانده ها در کره جنوبی در به رسمیت شناخته شدن توسط والدین اصلیشان. سلام و عصر بخیر. خوش اومدید به یک بخش خبری دیگه از تلویزیون فارسی بی بی سی. رئیس جمهوری ایران میگوید تا کنون 25 میلیون نفر در این کشور به ویروس کرونا مبتلا شدند. حسن روحانی همچنین با استناد به یک گزارش وزارت بهداشت گفته 30 تا 35 میلیون نفر دیگر هم در معرض ابتلا هستند. او پیش بینی کرده با توجه به موج دوم کرونا شمار بستری شدگان به حدود 2 برابر آمال فعلی برسد که بیش از 200,000 نفر اعلام شده. آقای روحانی امروز در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا صحبت میکرد. تخمین ما بر اینه که تا کنون 25 میلیون ایرانی به این ویروس مبتلا شدن و قریب حدود نزدیک 14,000 نفر هم جان عزیز خودشون رو در این مدت از دست دادن. تعداد زیادی از افراد بستری بودند در مدت حدود این 150 روز که حالا در این گزارش آمده که مجموعاً بیش از 200,000 نفر در بیمارستان‌ها بستری بودند و تو این گزارش آمده که ما باید این احتمال بدیم که 30 تا 35 میلیون نفر دیگر در معرض ابتلا خواهند بود. تو همین گزارش پیش بینی شده که تعداد بستری هایی که در آینده باید پیش بینی کنیم حدود 2 برابر اون مقداری بوده که در این 150 روز ما شاهدمون بودیم. حالا ما تا پایان امسال، ممکنه سال آینده هم احتمالاً ماهایی گرفتار این بیماری باشیم، زمان پایانش رو دقیق نمیدونیم، ولی در این گزارش پیش بینی شده که اون کاری که تاکنون کردیم باید در انتظار 2 برابر اون در ماهای پیش رو باشیم. حسن روحانی بود، رئیس جمهوری ایران. اما ساعتی پیش از دکتر امین مقدم، پژوهشگر و متخصص ایمنی شناسی، پرسیدم تخمین رئیس جمهوری ایران درباره درگیری 25 میلیون نفر با کرونا از کجا آمده؟ معمولا ما تخمینا رو بر اساس چند تا سری داده انجام میدیم. داده هایی از قبیل ممکنه مثلا کسایی که به بیمارستان مراجعه میکنن، کسایی که آنلاین اعلام میکنن که بیمارن، و کسایی که تست مثبت پی سی آر میشن. اما معمولا ما در این چند ماه متوجه شدیم که این تخمین ها که بر این اساس باشه ممکنه که خیلی تخمین دقیقی نباشه، برای اینکه فکر میکنیم یک تعداد حداقل زیادی از بیمارا یا کسانی که مبتلا میشن ممکنه علائمی نداشته باشن. بنابراین الان تخمین ها رو بر اساس تست آنتیبادی یا پاتن اختصاصی بر علیه این ویروس انجام میدن کشورهای مختلف. دو تا مطالعه بسیار بزرگ که توی لنست چاپ شده در سوئیس و اسپانیا بوده که اومدن نگاه کردن و دیدن که چقدر افراد آنتیبادی دارن و این نشون میده که قبلا با این بیماری برخورد کردن و ایمنیشون پاسخ داده، و این یه چیز حدود 10% در جاهای بسیار جایی که شایع بوده بیماری بوده. و حالا آمار ایران من دقیقا مطمئن نیستم که آیا از روی تست آنتیبادی وسیع اومده، اگر هم انجام شده من نتونستم در جایی ببینم که چاپ شده باشه تا بهش مراجعه کنم.
صحبت از ایمنی گله‌ای یا ایمنی جمعی بسیار میشد. در همین اروپا هم قبلتر راجع به این صحبت شده بود و به نظر می‌رسید که بعضی از دولت‌ها هم روی اون حساب کرده بودند، ولی می‌بینیم که هرچه پیش رفتیم آرام آرام رها کردن اون بحث رو. فکر می‌کنید واقعاً اینکه آقای روحانی حالا صحبت از چندین میلیون هم می‌کنه که درگیر میشن یا در معرض ابتلا هستند، آیا اشاره او همچنان به ایمنی جمعی است و تلاش می‌کنه که به اون برسه جامعه ایران؟ ببینید، ایمنی جمعی از شروع به اصطلاح بحث یک چیز گیج کننده بود، برای اینکه ما اون رو در مورد واکسیناسیون یا ایمنی کردن مردم استفاده میکنیم، نه بیمار کردنشون. بنابراین خیلی زود کنار رفت. و بعد داده هایی که در این چند ماه ما داریم، مثلا در از سوئد، از سوئیس، از اسپانیا، از انگلستان، میبینیم که بعد از مدت 3 ماه 4 ماه که تعداد بیماری بسیار زیاد و مرگ بسیار زیاد بوده، هنوز 90% افراد جامعه این بیماری نگرفتن. بنابراین حتی از لحاظ عملی هم دیگر کسی روی اون حساب نمیکنه، برای اینکه بعد از این همه بیمار داشتن تازه 10% از مردم گرفتن. مسئله ای که هست اینه که این آمارهایی که ما داریم به یک شکلی خودش رو روی نرخ رشد بیماری هم نشون میده. فرض کنید هر چقدر تعداد کسانی که بیماری رو گرفتن و ایمنی پیدا کردن بالا بره، نرخ رشد باید کمتر بشه. بنابراین مسئله دیگه اینه که آیا در ایران که الان 30% از افراد جامعه فکر میکنیم که ایمنی پیدا کردن، آیا آمارهای نرخ رشد هم این رو نشون میده؟ برای اینکه هرچی تعداد بیمارا کسانی که ایمنی دارن بالا بره، نرخ رشد باید پایین تر بیاد و بنابراین این دوتا باید با هم همخونی داشته باشه. دکتر امین مقدم بود، متخصص ایمنی شناسی در لندن. چند خبر کوتاه. وزارت بهداشت ایران شمار رسمی کسانی رو که در 24 ساعت گذشته به دلیل ابتلا به کرونا جان خودشون رو از دست دادن 188 نفر اعلام کرده. به این ترتیب تعداد کل جان باختگان بر اثر این بیماری به 13979 نفر رسید. این وزارتخانه همچنین گفته با شناسایی 2166 بیمار جدید، آمار رسمی مبتلایان تا اینجا به بیش از 271,000 نفر رسیده. در افغانستان هم وزارت صحت عامه از ثبت 60 مورد تازه ابتلا به کرونا و 17 مرگ ناشی از این ویروس خبر داده. بر اساس آمار رسمی تا کنون 35,289 نفر در افغانستان به کرونا مبتلا شدند که از این تعداد 1161 نفر جان باختند. آیشواریا رای بچاند، ستاره بالیوود و دختر 8 سالش، به دنبال ابتلا به بیماری کووید 19 به بیمارستان منتقل شدند. آیشواریا رای از مشهورترین چهره های سینمای هند و عنوان دختر شایسته دنیا در سال 1994 رو هم در کارنامه خودش داره. ابیشک بچاند شوهر و آمیتاب بچاند پدر همسر خانم رای هم از هفته پیش به دلیل ابتلا به همین بیماری در بیمارستان بستری شدند. سخنگوی دولت ایران در واکنش به مخالفت وسیع کاربران شبکه‌های اجتماعی با اعدام‌ها در این کشور گفته باید به درخواست افکار عمومی احترام گذاشت. این اولین واکنش مقام‌های بلندپایه ایران به استفاده وسیع ایرانیان و دیگران از هشتگ اعدام نکنید که تا امروز بیش از 10 میلیون بار از اون استفاده شده. وزارت خارجه فرانسه هم دیروز به جمع محکوم کنندگان اعدام 3 جوان ایرانی پیوست که در پی شرکت در اعتراضات آبان ماه پارسال دستگیر شده بودند. کسرا ناجی گزارش میده. از هشتگ اعدام نکنید تا این ساعت حدود 11 میلیون بار استفاده شده از سوی کاربران ایرانی و غیر ایرانی در شبکه‌های اجتماعی. یک موج عظیم و کم سابقه انزجار و مخالفت با اعدام ها در ایران و به خصوص به حکم اعدام این 3 جوان که در نارامی های آبان ماه گذشته دستگیر شده بودند. حالا بعد از چند روز واکنشی از سخنگوی دولت، اولین واکنش مقام های بلندپایه ایران به این قیام جهانی در شبکه های مجازی. علی ربیعی در مقاله‌ای که در صفحه اول روزنامه ایران منتشر شده از نگرانیش نوشته. او گفته برای جامعه امکان بروز تحرکات اجتماعی و انتقال ناآرامی‌های ذهنی به ناآرامی‌های فیزیکی را کاملا متصورم.
او گفته آنچه که در دنیای مجازی عنوان شده یک خواست طبیعی افکار عمومی است و به اعتقاد من باید به آن احترام گذاشت. و اضافه کرده تلاش مدنی شهروندان برای شنیده شدن و پاسخ حاکمان برای شنیدن صدای بی پیرایه مردم از مهمترین دارایی های ماست که ارزش پاسداری و مباهات دارد. مقام های دیگر ایران تا کنون سکوت کردند، اما روزنامه ها به خصوص روزنامه های اصلاح طلب صدای مردم را ظاهرا شنیدند و میگویند دستگاه قضایی باید دست نگه دارد. روزنامه شرق توپ را حالا در زمین رئیس قوه قضاییه میبیند و میگوید مردم در انتظار تصمیم او هستند برای لغو حکم و اعاده دادرسی. هفته صبح ماده 477 را تیتر کرده، همان ماده‌ای که به رئیس قوه قضاییه اجازه میدهد در صورت ضرورت حکم دیوان را تعلیق کند و خواهان محاکمه مجدد شود. صبح امروز اظهار امیدواری کرده که حکم به زودی تغییر پیدا کند، چیزی که از نظر قانونی ممکن است. همان پیامی که روزنامه سازندگی دارد و میگوید حکم اعدام دیوان عالی را می شود تغییر داد و این جوانان را از مرگ نجات داد. فریختگان که حالا خط اصولگرایان را دنبال می کند میگوید حکم های اعدام پاس گل به کاسبان اعدام است. اشاره به نهادها و کسانی که در داخل از اعدام ها نفع می برند و در خارج از شهرت بدی که اعدام ها برای ایران ایجاد می کند. در روزهای گذشته ده‌ها نفر از شخصیت‌های جهانی از جمله رئیس جمهوری آمریکا، وزیران خارجه کشورهای اسکاندیناوی و دیگران با استفاده از هشتگ اعدام نکنید خواهان لغو احکام اعدام سه جوان شدند. در تازه‌ترین واکنش وزارت خارجه فرانسه در اطلاعیه‌ای گفته است که عمیقاً از حکم اعدام این سه نفر شوکه شده است. واکنش سخنگوی دولت و روزنامه‌های ایران نشان می‌دهد که حاکمان ایران صدای مردم را دست کم شنیدند. کسرانجی بی بی سی. انتشار ویدئوی سخنان محمود احمدی بیغش، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران، در مورد امکان واگذاری جزایر ایران در خلیج فارس به چین در قالب قرارداد 25 ساله ایران با این کشور جنجال برانگیز شده. وزارت خارجه ایران حرفای او را تکذیب کرد و حالا آقای بیغش هم امروز گفته که اصلا چنین حرفی نزده. بخشی از صحبت‌های او رو در تلویزیون ایران دو روز پیش گوش کنیم. جزایری من اعتقاد دارم بوده، اما حرکت مردم و مجلس به نظر من جلوشو گرفت. واگذاری که مثلا من یه ماشین دارم واگذاری کنم به شما، دادن تام بوده نه اینکه واگذاری. یعنی چینی ها در اصل مقرر بود که اختیار جزایر رو بگیرن، ولی این اتفاق انشالله نخواهد افتاد. محمود احمدی بیغش بود، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران. اما پویا قربانی همکارم که شبکه‌های اجتماعی رو برای ما دنبال می‌کنه با ما هست. پویا کمی بگو که این بحث خیلی بحث واکنش برانگیزی بوده در طول چند روز گذشته در شبکه‌های اجتماعی و این صحبت‌ها هم قطعاً واکنش‌های زیادی داشته. آقای بیغش امروز اعلام کرده که این گفته‌ها خلط کلامی بوده. این پس از اون بود که وزارت خارجه ایران در بیانیه‌ای بسیار صریح این گفته های آقای بیغش رو که عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس هم هست از اساس کذب دونسته و از هیئت رئیسه مجلس ایران خواسته که با این گونه موارد برخورد شایسته صورت بگیره، رسیدگی شایسته صورت بگیره. همونطور که گفتی این موضوع بسیار واکنش برانگیز بوده، نه تنها در داخل ایران که ما میدونیم با افشای یکی از اولین کسایی که به این افشاگری پرداخت محمود احمدی نژاد بود، در سطح چهرهای شناخته شده پس از اون چهرهای بسیار زیادی در داخل و خارج ایران به این موضوع واکنش نشون دادن. ما همین دیروز تجمعات کوچک و بزرگ ایرانیان در توکیو، در دوسلدورف و در نیوزیلند رو داشتیم که تجمع کردن و با پلاکارتایی که در دست داشتن ابراز مخالفت می‌کردن با در حقیقت قرارداد 25 ساله ایران و چین. ما می‌دونیم که پیشتر وزیر خارجه ایران جواد ظریف برای نخستین بار اشاره کرده بود به این موضوع و تکذیب کرده بود اون رو. این اولین اظهار نظر جواد ظریف در مورد احتمال واگذاری اراضی یا جزایر در خلیج فارس به طرف چینی بود که آقای ظریف تکذیب کرد و تمام این موضوع رو موکول کرد به اینکه در مجلس ایران بررسی بشه و در نهایت
تصدیق بشه. کمی هم اگه عقب‌تر بریم برای اونهایی که شاید اطلاع نداشته باشن از این که این ماجرا چه هست، اگر بهمون یک تصویر بزرگتری بدی. ببینید، تمام این حرف و حدیث ها برمیگرده به دو پیشنویس از این قرارداد. ما می‌دونیم که این قرارداد تاکنون محرمانه بوده. یکی از انتقادها به مقامات ایران هم از طرف مخالفان اینه که اونها رو متهم به پنهانکاری میکنن. ما دو پیشنویس داریم، یکی که نشریه پترولیوم اکونومیست منتشر کرده تابستان 98، در اون بندهای است، و یک نسخه دیگه هم در داخل ایران منابع منتشر کردن که به نظر میرسه نسخه مفصل تری باشه. بندی در اون هست که اشاره کرده به امکان سرمایه گذاری و توسعه جزایر منتخب در حوزه گردشگری یا شیلات یا پتروشیمی در این، یک این بند هست که احتمالاً تمام این حرف و حدیث ها برمیگرده به این بند. اما در نظر داشته باشین که مثلا یکی از شدیدترین واکنش ها رو ما در بیانیه رضا پهلوی ولیعهد پیشین ایران داشتیم که در اون حتی اشاره شده بود به امکان ورود ارتش بیگانه به خاک کشور. احتمالاً اشاره آقای پهلوی بند دیگه‌ای از این قراردادی که در نشریه پترولیوم اکونومیست هم منتشر شده و در اون اشاره شده که طرف چینی میتونه تا 5000 نیروی امنیتی رو برای حفاظت از سرمایه گذاریش در حوزه نفت و گاز وارد ایران کنه، و همینطور این بجز کارکنان و تجهیزاتی است که برای حفاظت از انتقال نفت و گاز و مشتقات از ایران به چین از طریق خلیج فارس لازم خواهد شد. ممنونم ازت پویا. پویا قربانی همکارم با من. نگاهی دوباره بکنیم به سرخطهای خبرهای ما امروز. رئیس جمهوری ایران میگوید تا کنون 25 میلیون نفر در این کشور به کرونا مبتلا شدند و احتمال دارد شمار بستری شدگان دو برابر شود. سخنگوی دولت ایران در واکنش به مخالفت وسیع کاربران شبکه‌های اجتماعی با اعدام‌ها در این کشور گفته باید به درخواست افکار عمومی احترام گذاشت. در ادامه این برنامه، فرزندانی که با رأی دادگاه راهشان در به رسمیت شناخته شدن توسط والدین اصلیشان هموار می شود. دولت افغانستان امروز برنامه دسترخان یا سفره ملی رو برای کمک به بیش از 4 میلیون خانواده با هزینه بیش از 244 میلیون دلار آغاز کرده. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری در افتتاح این برنامه گفت که یک گام دیگر در راستای قرارداد اجتماعی میان دولت و ملت برداشته می شود. همه‌گیری کرونا در این کشور زندگی رو برای بسیاری از افغان‌ها که زیر خط فقر قرار دارند سخت‌تر کرده. علی حسینی گزارش می‌دهد. مباحثات با بانک جهانی. دولت می‌گوید بر اساس برنامه دسترخان ملی قرار است به میلیون‌ها نفر مواد غذایی از جمله آرد، برنج، لوبیا، روغن و همچنین صابون کمک کنند. برنامه دو مرحله‌ای در سراسر افغانستان. تا مرحله دوم ازی بازم 34 ولایت تدبر خواهد گرفت و شامل 235 ولسوالی میشه، و دو مرحله 21842 فامیل قریه را تدبر میگیره و 2.5 میلیون خانواده که مجموعاً که اگر هر دو رقم ما جمع کنیم بیشتر از 90% تمام ملت افغانستان از این برنامه مستفید میشن، که مرحله دویش 158 میلیون دلار بودجه خواهد داشت. دیدگاه زنا را و ضروریات به گفته مقام‌های دولتی آنچه که تاکنون دولت انجام داده کافی نبوده. مدعی‌اند اما تمام تلاش خود را کردند. ما از آن داریم که وظیفه و مسئولیت حکومت در برابر مردم شریف کشور به مراتب بیشتر و سنگین‌تر از آن حد است که تاکنون انجام شده، و از این جهت از پیشگاه مردم با عزت خود عذر تقصیر می‌طلبیم. قبل از برنامه دسترخان ملی و در هنگام قرنطین، دولت به نیازمندان نزدیک به 2 ماه نان خشک توزیع کرد. گزارش‌های تایید نشده ای از فساد در این برنامه نشر شد. شرکای تطبیقی ما در ولایات در مراسم امروز هم موضوعی که چند بار بان اشاره شد، لزوم جلوگیری از فساد در برنامه دسترخان ملی بود. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری و هر دو معاونش اشاره کردند که فساد قابل تحمل نیست. اما دلته یو اختاریم دارم، یو تو زاینه را تایتلا رسیدل و چه ولسوال سیبان گوختل. اما یک هشدار هم می دهم. از چند جای به من اطلاع رسیده که چند ولسوال می خواستند بخش از پول به آنها برسند. اگر شما هم وارد این کار شوید، از پا آویزانتان می کنم.
اگر کسی بخواهد پول مردم بیچاره را به جیب بزند، نه تنها به مردم که به خدا خیانت می کند. همگیری کرونا دسترخوان مردم را کوچکتر کرده. معلوم نیست کمک دولت تا چه اندازه زخم ناداری مردم را التیام می بخشد. مردمی که در مثلث ناامنی، کرونا و فقر گرفتار شدند. در کشوری که نزدیک به 52% جمعیت آن در فقر همه جانبه بسر می برند، کرونا هم مال مردم را گرفته و هم جان آنها را. آمارهای ثبت شده می گوید نزدیک به 35,300 نفر مبتلا شدند و 1,164 نفر جان باختند. اما هم مردم و هم دولت می گویند افراد مبتلا خیلی بیشتر هستند و جان باختگان هم به مراتب بیشتر. علی حسینی، بی بی سی، کابل. در آمریکا برای دومین روز پیاپی بیش از 70,000 مبتلا به کرونا ظرف 24 ساعت شناسایی شدند. در همین حال در اتحادیه اروپا سیاستمداران برای دومین روز پیاپی در بروکسل گرد هم آمدند تا راهی برای مقابله با آثار اقتصادی این بیماری پیدا کنند. باران عباسی گزارش می‌دهد. گرمای لس‌آنجلس و مشتریان ماسک به صورت مغازه‌های پرزرق و برق. کالیفرنیا یکی از ایالت‌هایی است که وضعیت شیوع کرونا در آن رو به بدتر شدن گذاشته. کلاس‌های درس با حفاظ‌هایی که برای جلوگیری از انتقال بیماری روی نیمکت‌ها نصب شده، فعلاً باید در انتظار دانش آموزان باقی بمانند. میلیون‌ها کودک اینجا مجبورند با شروع سال جدید تحصیلی به صورت آنلاین در کلاس‌ها شرکت کنند. وضعیتی مشابه در تگزاس، یکی از اولین ایالت‌هایی که محدودیت‌ها را لغو و کسب و کارها را بازگشایی کرد. I may never have met you. We don't go way back. با افزایش شمار مبتلایان و جانباختگان، ماسک زدن یا نزدن حالا به جنجالی سیاسی تبدیل شده. But when you wear a mask, you have my respect. یک طرف تبلیغاتی مثل این در نیویورک با شرکت ستاره‌های سینما. It protects me. Hello everyone. و در سوی دیگر مخالفان ماسک زدن مثل این گروه در یوتا که باعث تعطیلی جلسه‌ای با حضور مقام‌های محلی شدند. این دقیقاً برعکس کاریه که ما باید انجام بدیم. باید فاصله فیزیکیمون رو حفظ کنیم و ماسک بزنیم. کسانی که میگویند اجباری شدن ماسک نقض آزادی‌های فردی است. بینشان دونالد ترامپ رئیس جمهوری و همینطور فرماندار ایالت جورجیا، کسی که از شهردار آتلانتا، بزرگترین شهر این ایالت، به خاطر اجباری کردن ماسک شکایت کرده. دستور شهردار برای ماسک زدن قابل اجرا نیست. تصمیم او برای بستن کسب و کارها و کاهش رشد اقتصادی بسیار زیان‌آور بوده. من در مقابل سیاست‌های فاجعه بار او که زندگی و معیشت شهروندان ما را تهدید می‌کنه ساکت نمی‌شینم. شهردار آتلانتا اما میگوید تصمیمش بر اساس نظر کارشناسان بوده. وقتی مثل فرماندار حس مسئولیت نداشته باشین و توصیه های علمی رو نادیده بگیرید، همین میشه که مردم دارن دچار سختی میشن و جونشون رو از دست میدن. در آن سوی اقیانوس اطلس اختلاف نظر از نوعی دیگر. اینجا در بروکسل دومین روز از اولین جلسه حضوری رهبران اتحادیه اروپا از زمان شیوع بیماری. آرنج دادن به جای دست و هدیه تولد برای آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان. هرچند که هدیه بهتر برای او حاصل شدن توافقی برای بهبود اقتصادهایی است که کرونا به رکود کشانده. یک بسته کمک مالی 750 میلیارد یورویی که آلمان و فرانسه می‌خواهند دو سومش بلاعوض باشد. اما هلند، اتریش، دانمارک و سوئد مخالفند و می‌گویند بخش بزرگی از کمک باید بعداً پس داده شود. ناکامی کشورها در همکاری با هم برای مقابله با ویروس و آثارش بر دیگر بحران‌های جهانی انتقاد دبیر کل سازمان ملل متحد را در پی داشته. شیوع این بیماری نقاط ضعف و نابرابری هم در داخل کشورها هم در روابط کشورها با یکدیگر را نه تنها نمایان کرده بلکه این مشکل را وخیم‌تر هم کرده. این همه گیری نشان داد که سیستم‌هایی که ما به آن وابسته هستیم مثل مواد غذایی، تجارت، بهداشت و آب و هوا خیلی شکننده هستند. در واقع این همه گیری نقاط ضعف دنیا را پررنگ‌تر کرد.
نه تنها نقاط ضعف در مقابله با یک وضعیت اضطراری بهداشتی، بلکه در مقابله با بحران تغییرات اقلیمی، بیقانونی در فضای مجازی و خطر گسترش سلاح‌های هسته‌ای. تصویری از ردپای کرونا بر دنیایی بحران زده، شرایطی که در آثار هنری خلق شده در این دوران هم منعکس شده، از جمله این نمایشگاه عکس و نقاشی در برزیل، بازدید تنها از داخل ماشین، تلاشی برای زنده نگه داشتن هنر از خطر ویروسی که از گرفتن جان انسان‌ها باز نایستاده. باران عباسی، بی بی سی. بر اساس رأی کم سابقه در دادگاه کره جنوبی، زنی که 40 سال پیش توسط یک زوج آمریکایی به فرزندی پذیرفته شده بود، حالا به عنوان دختر یک مرد کره‌ای 85 ساله شناخته میشه. این حکم موجب امیدواری هزاران فرزند خوانده‌ای شده که خواستار شناسایی هویت والدین اصلیشون هستن. وقتی به عنوان یک فرزند خوانده در نهایت تصمیم میگیری که با واقعیت روبرو بشی، میدونی که چی در انتظارته. اسمم کاراباسه. اسم کره‌ایم کانگ می سوکه. وقتی 2 سالم بود، یک زوج امریکایی منو به فرزندی گرفتن. تا وقتی دخترم رو نداشتم، پیوند واقعی و بدون شرطی رو که در 2 سال اول نگهداری از بچه ایجاد میشه رو درک نمی کردم. همینطور به مادرم فکر میکردم که انتخاب سخت ترک کردن فرزندش چقدر میتونسته براش دردآور باشه. بعد از یک جستجوی طولانی، او بالاخره خانواده پدرش را از طریق آزمایش DNA پیدا کرد. DNA دروغ نمیگه. پس برای اولین بار ارتباط زیستی واقعیم رو در زندگی پیدا کردم. اما این خانواده تمایلی به کمک نداشتن و نمیخواستن که اطلاعاتی بدن و در واقع به من اصلا کمک نکردن. اونها مسئله بزرگتری رو که من باهاش درگیر بودم رو نمیدیدن. این مسئله اساسی که یک دختر به دنبال مادرش میگرده. حتی نمیتونستن در موردش انسانی فکر کنن. من این رو نمیتونم بفهمم. این طور بود که در مورد این بی‌عدالتی ناراحت شدم. کارا یک مبارزه قانونی را آغاز کرد تا پدرش را مجبور کند تا فرزندی او را به رسمیت بشناسد و در نهایت برنده شد. فکر میکنم این لحظه برای همه ما فرزند خوانده ها لحظه مهمیه. مادر، اگر منو شناسایی کردی، با من تماس بگیر. علی‌رغم برنده شدن، نمیتواند پدرش را مجبور کند که او را ببیند و یا هویت مادرش را فاش کند. داشتم از هر چیزی که براش به دنیا اومده بودم دور می شدم. هویتم با کره به عنوان کشور و جامعه. صدمه دیدم و بارها درخواستم رد شد. الان فقط می خوام برم خونه. خونم با خانوادمه در آمستردام. ممنون از همراهیتون. به پایان این بخش خبری رسیدیم. تا دقایق دیگه با خلاصه خبر باشیم.